فصل دوم. در آن روزها به منظور یک سرشماری عمومی در سرتاسر دنیای روم، فرمانی از طرف امپراتور اوگوستوس صادر شد. وقتی دور اول این سرشماری انجام گرفت، کرینیوس فرماندار کل سوریه بود. پس برای انجام سرشماری هر کس به شهر خود می رفت. و یوسف نیز از شهر ناصره جلیل به یهودی آمد تا در شهر داوود که بیت لحم نام داشت نام نویسی کند، زیرا او از خاندان داوود بود. او مریم را که در این موقع در عقد او و باردار بود همراه خود برد. هنگامی که در آنجا اقامت داشتند، وقت تولد طفل فرا رسید و مریم اولین فرزند خود را که پسر بود به دنیا آورد. او را در قنداق پیچیده در آخری خوابانید، زیرا در مسافرخانه جایی برای آنان نبود. در همان اطراف در میان مزارع چوپانانی بودند که در وقت شب از گله خود پاسداری می‌کردند. فرشته خداوند در برابر ایشان ایستاد و شکوه و جلال خداوند در اطرافشان درخشید و ایشان سخت وحشت کردند. اما فرشته گفت: نترسید، من برای شما مژده‌ای دارم، شادی بزرگ شامل حال تمامی این قوم خواهد شد. امروز در شهر داوود نجات دهنده‌ای برای شما به دنیا آمده است که مسیح و خداوند است. نشانی آن برای شما این است که نوزاد را در قنداق پیچیده و در آخر خوابیده خواهید یافت. ناگهان با آن فرشته فوج بزرگی از سپاه آسمانی ظاهر شد که خدا را با حمد و ثنا می سراییدند و می گفتند: خدا را در برترین آسمانها جلال و بر زمین در بین مردمی که مورد پسند او می باشند صلح و سلامتی باد. بعد از آن که فرشتگان آنان را ترک کردند و به آسمان رفتند، چوپانان به یکدیگر گفتند: بیایید به بیت لحم برویم و واقعی را که خداوند ما را از آن آگاه ساخته است ببینیم. پس با شتاب رفتند و مریم و یوسف و آن کودک را که در آخر خوابیده بود پیدا کردند. وقتی کودک را دیدند، آنچه را که درباره او به آنان گفته شده بود نقل کردند. همه شنوندگان از آنچه چوپانان می‌گفتند تعجب می‌کردند، اما مریم تمام این چیزها را به خاطر می‌سپرد و درباره آنها عمیقاً می‌اندیشید. چوپانان برگشتند و به خاطر آنچه شنیده و دیده بودند خدا را حمد و سپاس می‌گفتند، زیرا آنچه به ایشان گفته شده بود اتفاق افتاده بود. یک هفته بعد که وقت ختنه کودک فرا رسید، او را عیسی نامیدند، همان نامی که فرشته قبل از جایگزینی او در رحم تعیین کرده بود. پس از آن که ایام تطهیر را مطابق شریعت موسی پشت سر گذاردند، کودک را به اورشلیم آوردند تا به خداوند تقدیم نمایند، چنان که در شریعت خداوند نوشته شده است: نخست زاده ذکور از آن خداوند شمرده می شود. و نیز طبق آنچه در شریعت خداوند نوشته شده است، قربانی تقدیم کنند، یعنی یک جفت قمری و یا دو جوجه کبوتر. در اورشلیم مردی به نام شمعون زندگی می کرد که درست کار و پارسا بود و در انتظار سعادت اسرائیل به سر می برد و روح القدس بر او بود. از طرف روح القدس به او الهام رسیده بود که تا مسیح موعود خداوند را نبیند نخواهد مرد. او به هدایت روح به داخل معبد بزرگ آمد و هنگامی که والدین عیسی طفل را به داخل آوردند تا آنچه را که طبق شریعت مرسوم بود انجام دهند، شمعون طفل را در آغوش گرفت و خدا را حمد کنان گفت:
حال ای خداوند، بر طبق وعده خود بندت را به سلامت مرخص فرما، چون چشمانم نجات تو را دیده است، نجاتی که تو در حضور همه ملت‌ها آماده ساخته ای، نوری که افکار ملل بیگانه را روشن سازد و مایه سربلندی قوم تو اسرائیل گردد. پدر و مادر آن طفل از آنچه درباره او گفته شد متحیر گشتند. شمعون بر آنان دعای خیر کرد و به مریم مادر عیسی گفت: این کودک برای سقوط و یا سرافرازی بسیاری در اسرائیل تعیین شده است و آیتی است که در رد کردن او افکار پنهانی عده کثیری آشکار خواهد شد و در دل تو نیز خنجری فرو خواهد رفت. در آنجا همچنین زنی نبیه به نام حنا زندگی می کرد که دختر فنوئیل از طایفه اشیر بود. او زنی بود بسیار سال خورده که بعد از ازدواج مدت 7 سال با شوهرش زندگی کرده و بعد از آن 84 سال بیوه مانده بود. او هرگز از معبد خارج نمی شد، بلکه شب و روز با نماز و روزه خدا را عبادت می کرد. او در همان موقع جلو آمد و به درگاه خدا شکرگزاری نمود و برای همه کسانی که در انتظار نجات اورشلیم بودند درباره آن طفل صحبت کرد. بعد از آن که همه کارهایی را که در شریعت خداوند مقرر است انجام دادند، به شهر خود ناصره جلیل برگشتند و کودک سرشار از حکمت بزرگ و قوی می‌گشت و لطف خدا با او بود. والدین عیسی همه ساله برای عید فصح به اورشلیم می رفتند. وقتی او به 12 سالگی رسید، آنها طبق معمول برای آن عید به آنجا رفتند. وقتی ایام عید به پایان رسید و آنان عازم شهر خود شدند، عیسی جوان در اورشلیم ماند، ولی والدینش این را نمی دانستند و به گمان اینکه او در بین کاروان است، یک روز تمام به سفر خود ادامه دادند. وان وقت در میان دوستان و خیشان خود به جستجوی او پرداختند. چون او را پیدا نکردند، ناچار به اورشلیم برگشتند تا به دنبال او بگردند. بعد از 3 روز او را در معبد پیدا کردند. در حالی که در میان معلمان نشسته بود و به آنان گوش می‌داد و از ایشان سوال می‌کرد. همه شنوندگان از هوش او و از پاسخ‌هایی که می‌داد در حیرت بودند. والدین عیسی از دیدن او تعجب کردند و مادرش به او گفت: پسرم، چرا با ما چنین کردی؟ من و پدرت با نگرانی زیاد دنبال تو می‌گشتیم. او گفت: برای چه دنبال من می‌گشتید؟ مگر نمی‌دانستید که من موظف هستم در خانه پدرم باشم؟ اما آنها نفهمیدند که مقصود او چیست. عیسی با ایشان به ناصره بازگشت و مطیع آنان بود. مادرش همه این چیزها را در دل خود نگاه می داشت. عیسی در حکمت و قامت رشد می کرد و مورد پسند خدا و مردم بود.